لاتکوب مولوی خانت از طرف طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی مسلم انترنشنال، لاتکوب مولوی عبدالقادر قانت از طرف طالبان. مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل و مسلم انترنشنال می گوید شب گذشته هنگامی که از یک مراسم عروسی به خانه خود برمی گشت، در چهارراهی عصبها در ولایت کابل توسط نیروهای طالبان مورد شکنجه قرار گرفته است. مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل در مصاحبه در تلویزیون نور از مردم پنجشیر دفاع نموده و گفت حمله طالبان بالای مردم پنجشیر تجاوز محسوب می شود و هیچ کسی حق ندارد مردم پنجشیر را بغاوتگر و یا کافر خطاب کند. وی افزوده است طالبان وی را تهدید به مرگ نموده اند. گفته اند اگر بار دیگر از کافران حمایت کند، طالبان او را نابود خواهند کرد. مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل قبل از حمله نظامی طالبان بالای پنجشیر طرفین را به مذاکره دعوت نمود و خطاب به طالبان گفت دو سال با امریکا و غرب مذاکره کرده می توانید، دو ماه با مردم مسلمان پنجشیر مذاکره نمی توانید. رئیس شورای علمای کابل از علمای کابل می خواهد مانی از ترور او از سوی طالبان شوند. در همین حال به نقل از صفحه رسمی 8 صبح، عدم تطبیق لایحه جدید حکومت سرپرست طالبان، دو ماه معاش کارمندان دولتی تا 5 روز آینده پرداخت می شود. بر اساس لایحه جدید حکومت سرپرست طالبان قرار بود از تاریخ 29 عقرب سال روان به این سو معاشات 3 ماه اخیر کارمندان حکومت به صورت یک جایی پرداخت شود، اما با گفته برخی از کارمندان حکومتی تا کنون معاشاتشان پرداخت نشده است. در همین حال وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان می گوید که پرداخت معاشات ماهای سنبله و میزان کارمندان برخی از ادارات دولتی را حدود 1 هفته پیش شروع کرده اند و قرار است این روند تا 25 قوس تکمیل شود. فضل احمد اقپرست حدود 10 سال می شود که در ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا رانندگی می کند. اقپرست در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که از حدود 5 ماه به این سو معاشش را دریافت نکرده و به دلیل نبود پول خواهرش را که بیماری شدید دست و پنجه نرم می کند به شفاخانه بردن نتوانسته است. وی افزود حدود 5 ماه می شود که به شمول من کارمندان 18 کلینیک صحی در کاپیسا معاش دریافت نکرده اند. خواهرم 4 سال می شود که به یک بیماری مبتلا است، اما از 2 ماه به این سو به دلیل نبود دوا بیماریش بیشتر شده است. ما خوشحال بودیم که معاش 3 ماهه ما یک جایی پرداخت می شود. تا 1 مقدارش را بالای خواهرم مصرف می کردم و مقدار دیگرش را به 5 عضو فامیلم مواد غذایی خریداری می کردم. تا هنوز از پرداخت معاشات ما خبری نیست. نعمت الله نوری کارمند یکی از ادارات دولتی ولایت پروان حدود 4 ماه می شود که معاش دریافت نکرده است و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
وی میگوید 30 سال می شود که وظیفه اجرا می کنم. معاشات کارمندان پایین رتبه با آن که فقط به خروبان نمی رست، اما آن را هم از ماه سنباله سال جاری تا هنوز دریافت نکرده ایم و همه روزه به خاطر رفتن به وظیفه پول قرض می گیریم. در همین حال شماری از کارمندان حکومت محلی ولایت پنجشیر هم که از چند ماه به این سو معاش دریافت نکرده اند از وضعیت بد اقتصادی شاکی اند. ثمرالدین عزیزی یکی از ماموران ملکی ولایت پنجشیر که خانواده 8 نفری دارد در صحبت با روزنامه 8 حساب گفت که از آغاز تسلط طالبان تا کنون بیش از 50,000 افغانی قرضدار شده است. در همین حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان در صحبت با روزنامه 8 حساب گفت از روز شنبه 13 قوس پرداخت معاشات کارمندان دولتی را وزارت مالیه آغاز کرده است و کوشش می کند که تا 25 قوس معاش تمام کارمندان دولتی را پرداخت کند. آقای اقمل افزود که در مرحله اول تلاش دارند معاشات ماهای سنباله و میزان و کارمندان دولتی را بپردازند و سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان در حالی که از پرداخت معاشات 2 ماهه کارمندان دولتی سخن می‌زند که بر بنیاد یک لایحه جدید که از سوی محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان تایید و در 29 ماه عقرب اعلام شد، قرار بود حقوق 3 ماه اخیر کارمندان حکومت به گونه یک جویی پرداخت شود. از زمان سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، کارمندان دولتی پیوسته خواستار پرداخت معاشاتشان شده اند و اعتراضات ایرانیز را اندوزی کرده اند. اما از آن زمان تا کنون طالبان تنها معاش ماه اسد تعدادی از ادارات و آموزگاران در برخی از ولایت را پرداخت کرده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدایار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.